آخرین پادشاه دولت ساسانی یزدگرد در برابر سپاه مسلمانان شکست های پیاپی متحمل شد و دودمان چند سالی ساسانیان با تمام شوکت و ابهتش یکسره فرو ریخت. مسلمانان در شهرهای مختلف ثروت‌ها و اموال شاهان ساسانی و بزرگان این سرزمین که در طی سالهای دراز جمع شده بود، همه را به عنوان غنیمت جنگی با خود به سرزمین‌هایشان بردند. شاهزادگان ساسانی و بزرگان خاندان‌های حکومتی ایران اغلب به عنوان برده به کار گرفته شدند. شهربانو دختر یزدگرد سوم یکی از این شاهزادگان بود که بعد از شکست‌های پدرش از نیروی تازه نفس مسلمانان به عنوان برده در بازار بغداد به فروش گذاشته شد، کاری که با بسیاری دیگر از شاهزادگان ایرانی صورت گرفت. وقتی شهربانو اسیر شد، چون بسیار زیبا و نجیب بود، بسیاری از سران قبایل عرب دلباخته او شدند و هر کس می‌خواست به هر قیمتی شده او را از آن خود کند. چون دعوا و مناقشه بین اعراب بر سر شهربانو بالا گرفت و نزدیک بود که به درگیری خونین منتهی شود، حاکم وارد مناقشه شد تا مسئله را حل کند. حاکم گفت او نیز باید مانند دیگر بردگان در بازار بغداد فروخته شود. به هر شکلی که با دیگران برخورد می شود، با او نیز باید همان گونه برخورد شود. بسیاری از سران قبایل عرب جمع شده بودند. یکی می گفت من 1000 دینار می دهم. دیگری می گفت من 2000 می دهم. دیگری می گفت من 3000 می دهم. همینطور هر کس قیمتی می گفت و قیمت مدام بالاتر می رفت. دختر یزدگرد هم که کاری از دستش بر نمی آمد، با چشمانی پر از اشک و درونی سوخته از رنج و درد و بی پایان به جمعیتی که دورش را گرفته بودند با ترس و حیرت نگاه می کرد و منتظر بود ببیند که سرانجامش چه می شود و دست سرنوشت او را به کجا خواهد انداخت. امیرالمومنین علی علیه السلام فرا رسید و به این کار اعتراض کرد و با عصبانیت گفت دست بردارید، رهایش کنید، بی شرم و حیایی هم حدی دارد. طوری برخورد می کنید که انگار می خواهید یک شی و کالای بی جان را به حراج بگذارید. او یک انسان است، تازه نه انسان عادی و معمولی، بلکه فرزند خاندانی که بزرگترین شاهان و امپراتورهای جهان در برابرشان سر به خاک مذلت مالیده و پشتشان می لرزیده است. حالا شما می خواهید در نهایت بی حرمتی و با حقیرترین وضع ممکن او را در بازار به فروش بگذارید؟ مگر سخن پیامبر اکرم صلی الله را فراموش کرده ای؟ که خرید و فروش فرزندان پادشاهان کاری نادرست و ممنوع است. حضرت علی علیه السلام چون این سخنان را گفت، بحث خرید و فروش شهربانو منتفی شد و جمعیت پراکنده شدند. حاکم گفت خب، حالا اگر او را نفروشیم باید با او چه کار بکنیم که بسیاری دلباخته او شده اند. به هیچ وجه هم نمی توانیم او را آزاد کنیم، چون دیگر جایی برای رفتن ندارد. علی علیه السلام گفت بهتر است به او اجازه دهیم ازدواج کند و همچنین به او اجازه دهیم تا از بین بزرگان عرب هر کس را که میپسندد به شوهری انتخاب کند. شهربانو را به خانه سلمان فارسی بردند. سلمان فارسی به شهربانو گفت شوهری خوب برایت انتخاب کرده ایم، نظرت چیست؟ شهربانو گفت این راه و رسم دینداری و مردانگی نیست که به من کمترین حقی در انتخاب شوهر هم ندهی. سلمان گفت حق با توست. خب، اگر تو راه و چاره ای می دانی پیشنهادت را بگو. شهربانو گفت در بین سران عرب کسی جز حسین ابن علی علیه السلام سزاوار دختری همچون من نیست.